کوشش میکنیم که از این نخر کسی پینتر یا بالاتر نده. هر کس که از این نخر بالاتر بده ما دیکون از دور بسته میکنیم به الی 48 سر. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم حضور تمام بینندگان عزیز کانال فانتاستیک نیوز. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید. کم کم نزدیک میشیم به عید سعید فطر و مردم آمادگی عید را میگیرن و سری به دکانهای میوه فروشی ها و آجیل فروشی های هرات میزنن تا میوه خشک عید را فراهم کنن. امروز آمدیم تا سری به دکانهای میوه فروشی خشک ولایت هرات بزنیم و برای شما عزیزان گزارش ویژه را آماده بسازیم. لطفاً با ما همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر. میشه که ضمن معرفی بگن که چی وظیفه دارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالغنی قادری، رئیس صنف نخودبریزان ولایت هرات. آقای قادری، شما رئیس صنف نخودبریزان ولایت هرات هستن، چی رقم کاروبار، چی رقم فروشات شما؟ فروشات تا سال جلوتر تا خیلی فرق کرده. فروشات کم شده، مشتری ها کم شدن، کلن رفتن به خارج، بری بر رفتن. سویدا که همه گیرونی هم خیلی به اوج خود رسیده. یک کیلو پستی ما سل میکنیم بعد جلوتر صد به گیرونتر شده، کنیم صد گیرونتر شده. هر جنسی که شما خوشباره میبینیم بالاتر از سال جلوتره. دلیل از این که قیمت ها بالا رفته و شما میگن هر چیزی نسبت به گذشته بالاتر رفته قیمتی، و دلیل از این بالا رفتن قیمت چی است؟ دلیل اینه که گمرکات ها اگه ما سی ریپه میدادیم بلک 140 ریپه هر کیلوی ما گمرکات میدیم. گمرکات خیلی بالا رفته، مشکلات ما با گمرکات داریم. بار ما میمونه با گمرکات دو ماه، سه ماه، چهار ماه میمونه. وقتی هم که بدر میکنیم چقدر ما پول تحویلی داریم به گمرک داریم، مجبوریم که ما هم پول با والی از این جنس بندازیم. دقیقاً گپ شما درسته. بیشتر کاروبار شما در چی فصلی از ساله؟ بیشتر کدام روزهای سال شما بیشتر فروشات داره؟ یعنی دو عید روزه و عید قربون. باز عید روزه از همه بیشترتر، از عید قربون هم بیشترتر. برای از عید قربون بیشتری دیو و اطرافا کاسه گوسفند و اینا میکشم و گوشت و اینا به خونه تویزی میکنم پخته. لکن عید روزه کاسه فروشات ما خیلی زیادتره. انشالله خداوند به کاروبار شما برکت بده. به تازگی دیدیم که نرخنامه هایی از سوی دولت امارت اسلامی در شبکه های اجتماعی که قیمت میوه های خشک تعیین کردن. دولت تا چی اندازه میتونه این طرح را عملی کنه؟ به خدا ما یک جلسه کلونی داشتیم به ریاست اتحادی، ریاست پیشاوران با جناب شاروال صاحب داشتیم که اونا یتا بدر شدن به بازار، نخره بازار گرفتن، تاجران نخر گرفتن. دیگه باز از ما اومدم نخر گرفتن. دیگه بام جور اومدین که ما چی رقم به چی می چی رقم بخرید، خرید داریم، چی رقم میفروشیم، که چیزی باشه که به ما روزه به مردم مشکلی نخوره. قیمتی هم که شاروالی داده قیمت خوبیه. قیمت خوبیه که شما میگن که شاروالی داده. مردم تا چی اندازه از این قیمت ها استقبال میکنن؟ مردم رضایت خوبی دارن. چیزی که دادن به هر کیلوی دری په الا 12 ریپه بیشتر دکاندار خورده نمیتونه از این جنس. دقیقاً آیا همین قیمت هایی که تعیین شده نظارتی هم وجود داره و یا هر دکان هر چیزی که دلی خاص میفروشه؟ نه، نظارت از طریق تنظیم مارکت ها که تقریبا سه روزه که اونا ما خود از اونا گز میون داخل شهر که دکونا رو هم چک میکنه که قیمت ها بالاتر ندن، حتی مال تری شده به داخل دکونا موجود نباشه. دیگه نظارت خوبی داره شاروالی. انشالله که
همه چیز به کشور ما مانند همی که نرخنامه‌ای برای میوه‌های خشک تعیین شده درست بشه و همه چیز انشالله به روی برنامه باشه. شما با عنوان رئیس صنف نخودبریزان ولایت هرات چی وظیفه داریم در راستای دکاندارها؟ وظیفه ما اینه که بگردیم دیکوندار چک کنیم که بار ترقی شده همگی بیار یعنی دیکوندارا بار ترقی شده مسلمان ندن، جنس خوبه بدم، جنس درست سوی باشه، که اگر ما بفهمیم که جنس ما خرابه به هر دیکونی توضیح باشه دیشته باشن، ما دیکون از طریق تنظیم مارکت های تدیر یا سطح پیشاوران ما او دیکون ها بستانه کنیم. ما مسئول نخرنامه میبینیم که ما نخرنامه از صبح طریق ریاست شهرولی ما دیکونه رو توضیح میکردیم که فعلا آمادیم که وقت نماز شده و که بریم به نماز اینا باز بعد از چاش باز توضیح از اینا داریم. یعنی همین نرخنامه هایی که در حال حاضر به دست شما و چاپ شده از امروز توضیح میشه به تمام دکاندارها؟ توضیح شده، کلا توضیح شده. اگه چند دیکونی مونده باشه که بعد از چاش به دست دیکوندارا ما میرسه ان شاء الله، امید خدا. کوشش میکنیم که از این نرخ کسی پایین‌تر یا بالاتر نده، هر کس که از این نخر بالاتر بده ما دیکون از زیر بسته میکنه به الا 48 ساعت. خیلی عالیه که همی هر چیزی به روی برنامه باشه. بله. و این چیز عملی بشه. به عنوان آخرین سوال، اگر کدام خواسته ای از دولت داریم و یا اگر کدام پیامی برای بینندگان و هموطنان عزیز ما داریم میتونن تقدیم کنه؟ ما از دولت همی خواهش داریم که هر سال میشه ما دست به سیتی هایی که شهر نو تا به پای اصار دروازه غندار خیلی مشکلات زیاد ما میخود، حتی یک سکیل هم اماده نمیتونید، یک موتر هم اماده نمیتونید. ولیکن ما این دفعه همین جلسه که کردیم ما از اینا خواستیم، از دولت باز دوباره میخواییم، از تدمی تلویزیون خوب شما همین شهر نوه تا دروازه غندار با ما بسنه، هر طرف که به ساد میشه مشکل ما به بسیدی ها نداریم. برای از اینکه دیکندار ها ملیات میدم، صفحهی میدم، همه چیز به دولت تحویل میکنیم، ولیکن رار به جلو ما هر سال بسته میشه. ما دولت امیر میخواییم که امیر رار بسته نکنن که بطنن چهار تا موتر مشتری داریم به خور برسونن به دند کنو که یک چهار کیلو بار از ما خریداری کنن. دقیقا هر سال من میدیدم که خیلی شلوغ بود و بالاخره همه قسمتی که پای اثار است و شهر نو است، مردم که می آمدن به دکان ها خیلی سر رای اونها بساتی ها بودن و حتی اجناس تاریخ گذشته رو به مردم میدادن. انشالله که دولت در این راستا اقدامات جدی بکنه. جدی کرده، جدی هستیم. بازم ما تمام مردم میخواییم کوشش کنم جنسی که میخرم رو بازار نخرم، از دیکوندار بخرم. اگر جنس از اونا خراب باشه به جلو خودم برادری که دیکون داره ما به جلو همو دیکوندار درد کنه تا میکشیم، جنس دیکون جنس رو سل میکنه که خراب باشه، دیکون رو بسته میکنه که روز شو ایدم باشه. ما کوشش میکنیم جنسی که به دست مردم میدین جنس با کیفیتی باشه، جنس خوبی باشه. هر برادر که جنس میخره خرابه کوشش کنیم به وکیل صنف خور برسونیم، ما دیکون از دور بسته میکنیم. خیلی عالیه. انشالله که بینندگان عزیز ما متوجه شده باشند که نرخنامه ای برای تمام میوه فروشان خشک ولایت هرات تعیین شده که باید از روی از اون نرخنامه میوه ها رو به فروش برسانن و کسی از روی بازار چیزی خرید نکنه که بعضی مردمی هستن که سوء استفاده میکنن. وقت خوش داشته باشین. جهانی سپاس. تشکر از شما، از تلویزیون خوب شما. سلام، وقت شما بخیر. میشه که ضمن معرفی بگن که چی وظیفه دارن؟ سلام علیکم. علیکم سلام. جور و سعدمند باشه. نام من کس شفات الله و یک دکانداران یا خوشبار فروشان منطقه پای اثار هرات هستم و یک سلام جداگانه دارم خدمت و حضور بیننده های عزیز و گرامی شما. زنده باشن، سلامت باشن. دکان میوه فروشی دارن و میوه خشک و آجیل باب میفروشن. چی رقم کاروبار شما در این روزهایی که کم مانده به عید سعید فطر؟ کاروبار خب معمولا خوبه دیگه، هر سال که هست به نحوه اگر بگیم از لحاظ کسب و کار بهتر میشه چون جنس ها قیمت تر میشه. باز بزی چند وقت که گذشت دیدن 3-4 ماه که گذشته تحولات دلار هم خب ما شما شاهد هستیم که زیاد بود
و آن چیزی که از خارج میاد یعنی وارد میشه به افغانستان بیشتر تحولات از او به اساس دلاره. و شما میبینید که دلار هم خیلی تحول کرد و خیلی بالا رفت و از اون اساس جنس ها هم قیمت شده رفت و نسبت به سالهای دیگه جنس ها که امسال گران تره نسبت به سالهای قبلی هست. قیمت ها چی اندازه تغییرات به وجود آورده؟ یعنی قبلا پسته فکر کنم کیلوی 600 650 700 خریداری میشد، حالا چی اندازه تغییرات کرده؟ قیمت پسته چند شده امسال؟ که از قیمت پسته طبق شما گفتیم پارسال که حدوداً 600 و 650 بود، امسال به مرز 800 و 850 رسیده و جنس هایی که معمولا تست فروشتر و مردم بیشتر بزید سر و کار دارم و میخرم از جمله نخود که هست اگه ما شما نام ببرین یا بادم زمینی که هست، اینا معمولا زیادتر فروش داره و اینا هم تحول کرده حدوداً 100 افغانی یا 80 افغانی به هر کیلو نسبت به عید گذشته تحول کرده، یعنی بالاتر رفته. بادم بود پارسال مثلا حدود 100 افغانی بود، امسال به 150 افغانی. نخود بود به 100 افغانی یا 120 افغانی، امسال به 200 افغانی رسیده. یعنی به چنین تحولاتی که دیدن 100 افغانی و به جنسایی که با گران قیمت تر دیدن 200 افغانی 250 افغانی تحول کرده. قیمت ها که نسبت به گذشته نسبت به سالهای قبل بالا رفته، استقبال مردم چگونه یه؟ به چی اندازه میوه خشک میخرن؟ آیا مثل گذشته میخرن یا نه کمتر میخرن؟ خب گپ طبیعیه که هر قدر که جنس ها اگر بالاتر بره به ما اندازه خرید مردم یا تقاضای مردم هم کمتر میشه. خب کسایی بودن که پارسال یک لیست یا فاکتورهای میدادن خیلی وزن بالای بود، مثلا نظر کم که بگیرفتی یک کیلو دو کیلو میگرفتن، همه اشخاص حال هست امسال به نیم کیلو میگیرن. باز بفهمی که وضعیت مردم هم اقتصادی اینا ضعیفتر شده و کمتر میگیرن. مردم اطراف هم به می شکل بود، مثلا امسال میان خیلی شکایت دارم از بیفولی، از وضعیت اقتصادی، از فقر، از اینا به ما اصلا خریدم کمتر میکنن، تقاضا از اینا کمتر نسبت به سالهای گذشته. همین میوهی که شما میفروشین نرخ ازی از کجا تعیین میشه؟ آیا هر جا یک قیمت میفروشه و یا نه نرخ درست برای تمام میوه فروش ها تعیین شده؟ خب نرخ درسته که اگرچه تعیین میشه، خانال کیفیت ها هم فرق میکنه و یکی اجناس هم فرق میکنه. مثلا یک بادام درختی عمال شما اگر بمیجم نگاه کنید شما شاید هستیم که ما 4 نوع بادام درختی داریم. خب طریق مثلا سنف از این خود برزام که هست قیمت ها تعیین میشه، طرف شاروالی هم تعیین میشه. خب مثلا دیدن یک قیمت تعیین میشه، مثلا بادام یک نرخ میده، دوسه نرخ نمیده، به این معنی یعنی دوسه مدل نام نمیبره، فقط یک مدل مثلا نام میبره. بادام مثلا کیلو به 600 افغانی، در حالی که به 600 افغانی هم هست، به 700 افغانی هم هست، به 550 افغانی هم هست. نرخ تعیین میشه ولی یک نوع تعیین میشه، این مشکل میخوره. دقیقا همین گپ شمانه. در این مدتی که مشغول کاروبار میوه فروشی هستن و میوه خشک میفروشین، چه خاطرات شیرینی دارن؟ میتونین یکی از خاطرات خور بر ما تعریف کنن؟ بله خاطرات خو زیاده دیگه. مثلا ما که عید نزدیک میشه معمولا کاروبار ما شبانه روزی میشه، یک از این خاطرات اگه برام میمونه به شب های عید میمونه، یا دو شبی که سه شبی که زیاد بازار شلوغ میشه میمونه که ما شب هم به میجگاه هم تیر میکنیم. باز دیگه اینجا دوستا هستن، باز این همراه از اینا شب ها میشینیم اینجا قصه میکنیم اختلاط میکنیم دیگه. این شب ها می خاطره شب نشینی هسته، معمولا نیه دیگه وقتا به شب های عید که هسته باز شب نشینی میکنیم، شب تا صبح کار میکنیم و شب هم دیکنم و بازار. بیشتر فروشات شما در همین دو عید که عید سعید فطر و عید قربانه، از چه روزی به بعد یعنی از چندم ماه مبارک رمضان شما از طرف شب هم کار میکنین و تا ساعت چند شما کار میکنین؟ معمولا خب بازارهای که شلوغ میشه او خب 3 شب یا 4 شب بیت که بمونه بازار زیاد شلوغ میشه، مردم بیرون میشن به خرید، بیرون میشن همگی دنبال خرید، چون بیشتر مردم هستن وظیفه دارن، وظیفه های دولتی دارن یا بغیر از این دقیق کاروبارهای دارن شخصی دارن یا دکاندارم یا وزارت یا مصروف هم. خب اونا معمولا 2 روز یا 3 روز که بیت بمونه اونا میان به خرید بیرون میشن دقیق. به می اساس ما شب ها دیدن تا به یک بیجا یا 12 بیجا سودا هست و مردم بیرون میشن بازار، چون از طرف روز هم کمتر سودایی به خاطر که ماه مبارک رمضانه. با عید قربان که هست بازی فرق میکنه، مردم از طرف روز هم شلوغ میشه بیشتر، ولی در عید روزه که هست تا حدوداً 12 شب یک بیجا که هست مردم هم میاین رفت آمد هست و سودا هم میکنن و ما حدوداً
تا به می یک بجا مصرفیم. ولی خود دکان تا صبح باز ده، اگر دکان ما بسته نمیکنه با نوبت داریم همراه دیگه هم کارا که اینجا کار میکنیم، نوبت داریم به حساب خواب و به حساب که مشتری جواب بدیم یا سودا بدیم، همین به اساس نوبته. انشالله خداوند به کاروبار شما برکت بده. به تازگی نرخنامه هایی میبینیم در داخل شبکه های اجتماعی که از طرف دولت امارت اسلامی تعیین شده که قیمت میوه های خشک تعیین کردن. به نظر شما چی اندازه میتونه دولت این طرح عملی کنه؟ از نظر من خب قسمی که پیشتر هم برای شما بیان بکدم، اینجا مشکل میخوره، مثلا قیمت ثابت نمیمونه، اینا هم تحول میکنه. مثلا اگه شما نگاه کنید تخم هندانه پارسال بود تا امسال پیدا نمیشه، تخم اگر کدوی سفید بگیم هم به این شکل دیگه سالا بود ارزانه بود، امسال اصلا خیلی کمه و خیلی قیمت بالایه. نرخنما گفتیم پیشتر هم که تعیین میکنه، ولی به اون صورت از نظر من نتیجه نمیده، به خاطر گفتیم که اجناس زیاده، کیفیت اجناس زیاده و این مشخص نمیشه و خام و خواه اشخاص هم هستم که حتی نظر می سوی استفاده هم بیشکل زیاد میشه. مثلا یک اجناس قیمت 500 افغانیه شاروالی همون جنس بیان کرده 600 افغانی، ولی کیفیت اینجا مطرح نکرده. احتمال میره بعض از اشخاص همون قیمت اگه 400 در اصل بیشتر ارزش نداره و جنس با 500 یا 600 به فروش میرسنن و برعکس قیمت هایی که بالای خام و خواه هیچ کس پی نمیاره، مثلا چون تاون میکنه خب معمولا پین نمیایه. به می اساس سوی استفاده من نظر من میشه و نظرم به اون صورت نخواه یک نتیجه بده. دقیقا بعضی سوی استفادگران هستن که از این فرصت استفاده میکنن و اجناس خود به قیمت گران به مردم میفروشن. به عنوان آخرین سوال، اگر گفتنی خاصی دارین، اگر خاصی از مردم خود و یا از دولت دارین، میتونین تقدیم کنین به بینندگان عزیز ما. تشکر. خبر خاص یا پیام خاصی خونه دارم، امیدوارم تمام شهروندا و ملت عزیز ما انشالله روزه را بخیر سپری کرده باشن و این روزایی که باقی مانده بخیر سپری کنن و یک عید خوب و خوش و در فضای از سال ما داشته باشیم انشالله، بدون ناامنی، بدون دغدغه، بدون پریشانی انشالله. جهانی سپاس. انشالله که عید خوب و خوش شما و تمام هموطنان عزیز ما پیش رو داشته باشن. موفق باشن. خدا نگهدار شما. عید شما پیش از پیش و همچنان تمام بینندگان شما تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. سلامت باشین. بینندگان عزیز، این بود ویدیوی امروز ما که از میوه فروشی ها و آجیل فروشی های ولایت هرات برای شما عزیزان تقدیم شد. لطفاً نظریاتتان را در کامنت با ما شریک بسازید. تا درود دیگر، بدرود.